با فراخبر خوش آمدید در این برنامه. تنور داغ نبرد و پرچم برافراشته خشونت. ریاست جمهوری میگوید که طالبان با ادامه خشونت ها در کشور نشان میدهند که طرفدار صلح نیستند. مردم افغانستان حاضر است که طالبان را بپذیره، اما در یک چارچوب منظم سیاسی با شرط ای که طالب آتش بس بپذیره. طالبان اما میگویند تا هنگامی که روند صلح به نتیجه نرسد به جنگ ادامه خواهند داد. به نام خدا و شب شما بخیر. با وجود خواستهای درونی و بیرونی برای تامین آتش بس در افغانستان، تلاشهای صلح حتی به کاهش خشونت هم نینجامیده اند. شماری از چهره های سیاسی و شهروندان کشور میگویند که ادامه خشونت ها دیگر پذیرفتنی نیست و باید هرچه زودتر دو طرف درباره یک آتش بس همیشگی به توافق برسند. اما در اوج تلاش های صلح، خشونت پروری پیامش چیست و آیا ادامه خشونت ها در کشور روند جاری صلح را شکننده تر خواهد ساخت؟ برای بحث بیشتر در این باره، آقای میاگل وسیق، آگاه مسائل سیاسی، اینجا در استودیو با ماست و آقای جلال الدین شینواری، لوی سارنوال دوره طالبان، به گونه زنده از کابل در برنامه وصل است. آقای وسیق، خیلی خوش آمدید به برنامه. با شما آغاز بکنیم. جهان دارد بر تبل کاهش خشونت و تامین آتش بس در افغانستان میکوبه. آیا طالبان در برابر جهان استادند؟ مذاکرات وقتی که آغاز میشه دو طرف جنگ، اول اعتماد سازی باید شود. اعتماد سازی به این مفهوم که در آغاز به عنوان حسن نیت باید همین جنگ که روان است این خشونت کاهش پیدا کنه و بالاخره به یک آتش بس برسیم. هرگاه این نباشه، به این مفهوم که ما هنوز باور نداریم به این که ما میریم به طرف صلح و یا گویا در میدان مذاکره نی، بلکه از رای جنگ میخواییم که به اصطلاح به اهداف که برای خود تعیین کردن به او برسن، که همواره شما دیدین در تاریخ افغانستان هر چیزی که از رای خشونت، هر چیزی را که به دست بری او را نمیتونی حفظ بکنی. گپ اساسی است که برای خشونت، برای کاهش خشونت و برای آتش بس، این میتونه فضای اعتماد به وجود بیاره و هر دو طرف، یعنی به اصطلاح یک قدم دیگه هم به هم نزدیک شوند و فضای باور میتونه به فیصلهای خوبه که درست او را مردم استقبال کنه برسه. پس به باور شما این چند ماه رویارویی و نشستن روبروی یک دیگر در میز صلح در دوحه این اعتماد را به میان نیاورده؟ متاسفانه که خب این از یک طرف یک نیاز است، از یک طرف تقاضای مردم و تقاضای جامعه بین‌المللی در مجموع از هم است، ولی طرف تا هنوز مثلا به عنوان حسن نیت حداقل بر یک مدت زمان به شکل آزمایشی دلست که چقدر میتونن پیشرفت بکنن، این کار متاسفانه تا هنوز. بله آقای وسیق، سوال به میان میآید که طالبا این قدرت از کجا میگیرن که دست رد به سینه جهان میزنن؟ خب تنها خواست حکومت افغانستان و مردم افغانستان نیست، نشست ژنو یک مثال است که جهان یک صدا فریاد کرد. بله. که کاهش خشونت و آتش بس فوری. خب شما میفهمین که بدون یک حمایت هیچ ممکن نیست که هیچ نیروی در برابر یک دولت استادگی بکنه و به اصطلاح با جنگ خود ادامه بده. شما اینطور فکر بکنین که چقدر مصارف ایجاب میکنه جنگ و این عوارضی که در جنگ ایجاد میشه چطور جبران میشه، یعنی همش روشن است که در عقب نیروی طالبا به یقین کشورهایی هست و او کشورها در منطقه روشن است و این همه میفهمن که اول یک آدرس بود، باز آدرس های متعدد شد که خاصتا یک آدرس بیشتر و این را نمیتونه کسی انکار بکنه که قسمی که آقای رئیس جمهور پاکستان اینجا حضور داشت در صحبتاش گفت که ما آماده هر نوع همکاری هستیم. من فکر میکنم این همکاری همی که
خشونت کاهش بتن و همی که این مراکز در کجا هست نه این مورد فکر بکنن به عنوان حسن نیت و حسن همجواری با مثلا همسایه خود. سپاسگزار. خب آقای شینواری هم وصل شده به برنامه. سلام بر شما آقای شینواری، اگر صدای مرا دارین خوش آمدید به برنامه. بله سلامت باشین. سلامت باشین آقای شینواری. بر بنیاد آمارهای نهادهای امنیتی هم‌اکنون در بیش از 20 ولایت افغانستان جنگ ادامه دارد. طالبا روزانه دارن با کی می جنگن آقای شینواری؟ ده طالبان و ده ادعا ده چه جگری کمی شویدی پلوی خارون ده یو مهمه ارخ دی جگری یو مهم ارخ چه اغا امریکایانو پا غوبان دی حمله نشته دی پا خارونو که حمله نشته اغا کمی حمله چه پا خارونو که وشوی هم طالبانو اغا رد کرده او داد طالبانو عادت دی چه کمکار وکندی بیا بیدون دی نه چه دی چا پروا ولدی پا غیبان دی اقرار کندی اما دا چه واقعات پا کابل که او پا نور و ولایاتو که رد کرد بله. در همون پیمان هم آقای شینواری چند روز پیش سرپرست سفارت امریکا اینجا در کابل گفت که خشونت ها کم نشده و کاهش خشونت بخشی از اون پیمان بوده با طالب و نقض شده اون پیمان تا اینجای کار. خب طالب این ادعا را چگونه ثابت می سازه که خشونت ها را کم ساخته؟ یک هیئت مشترک نظارت موجود است، باید از طریق راه و کانال امو هیئت امریکایی ها اقدام کنند و طالبان را ملامت بسازند در دوحه. وقتی که اعضای هیئت نظارتی که بر پروسه و موادات و مفاد موافقت نامه نظارت می کنند، مسئولیت آنهاست که باید در این مورد اقدام جدی کنند. اما طالبا انتقادات سفارت امریکا و مسئولین امریکا را هم رد می کنند، بلکه یک چند مواردی که امریکایی ها تخلف کردند و بمبار کردند ساحات ملکی. آقای شینواری، بله خب این کاهش خشونت بر بنیاد اون توافق نامه دو هست که میان امریکا و طالب امضا شده. طالبا حرمت دارند به اون پیمان، ولی این طرف خواست مردم افغانستان است. هر روز مردم کشته میشن، به خاک و خون شانیده میشن. آیا طالب بخشی از جامعه افغانی است یا نیست؟ اگر هست خب خواست این مردم چی میشه؟ چرا نباید گذاشت که چند روز مردم افغانستان نفس راحت بکشن، از جنگ دور باشن، تفنگ ها خاموش باشه؟ سوال اصلی ما است که چرا طالب از آتش بس فرار میکنه؟ جای شکی نیست که طالب یک بخش اصیلی کشور و مردم افغانستان هست، ولیکن مسئله در اینجاست که طالبا استدلال میکنن تقریبا چند ماه میشود که قرار بود مذاکرات بین الافغانی آغاز شود و اولین موضوعش آتش بس در کشور باشه، اما جانب مقابل حکومت افغانستان بهانه ها و تعلل های را پیش گرفتن و مذاکرات را به تعویق انداختن. اگر نه تمام ملت افغانستان خطه و جهان شاهد صلح و برقراری صلح و خاتمه جنگ در افغانستان می بودند. سپاسگزار. آقای وسیق، خوب به گفته آقای شینواری یک گام مانده تا رسیدن به آتش بس و آغاز مذاکرات میان افغانان، ولی این گام از طرف حکومت برداشتن نشده و نمیشه. پس مقصر ظاهرا به گفته اینا حکومت است. یک نظام است، قانون اساسی داره، مطابق قانون اساسی نظام شکل گرفته. تقریبا همه امورات به همین شکل، شاید با کاستی یا با کم زیاد یک چیز جریان داره و حکومت نمیشه که همه از این نادیده بگیره. یک توافق نامی که اصلا طرف حکومت نبوده، انصافا وقتی شما طرف نباشین و شما نفهمین که در این توافق نامه تمام مواد کدام موارد هست، باز مشکل است که شما میشه که مطرح شود. میشه که او توافقنامه با ایالات متحده امریکا بوده و مطابق او توافقنامه اکسلا کارهای انجام شد. حال خود طرف مذاکره افغانستان است، دولت افغانستان است، باید با یا حرفای داشته باشد و مطابق از او پیش میان برنامه بگیریم. آقای وسیق میاییم، وقفه کوتاه. ادامه فراخبر. آقای وسیق، پس شما دارین میگین که حکومت مسئولیت در قبال اون پیمان آمریکا و طالبان نداره
و تقصیر هم گردن حکومت نیست اگر مذاکرات به گونه رسمی آغاز نشده و تا فعلا به تاخیر انداخته شده. اول سر کارشیوی که چگونه باید پیش برن یک مدت طولانی را صرف کردن و من فکر میکنم معلوم است همه موضوع آتش بس است و قدم های بعدی موضوع نظام است، موضوع دستاوردهای 20 ساله است که همه از این امروز یکسر شما میبینین نیست صرفا خواست مردم افغانستان که مردم افغانستان نمیخواین که اینیم دستاوردها همش حذف شوه، نه تنها ایره نمیخواین بلکه میخواین که برای حفظ دستاورد و برای انکشاف دستاوردها کار صورت بگیره و به همین شکل چگونگی حضور زنها سایر دستاوردهایی که از قانون اساسی و در ضمن تقاضای دنیا و مردم افغانستان که آتش بس که این گپ اساسی است، این میشد که این موارد شامل میشد بعدا صحبت میشد. حال شما ببینید بازم میگم که دو طرف دولت افغانستان و حکومت افغانستان و طالبان است ولی اساس او قرار داده شود، او یک توافقنامه بود که مطابق از او یک سلاکارام این انجام پذیرفت ولی حال با طرف تو باید صحبت داشته باشی و نمیشه که و او هم شاید بعضی موارد بازم میگیم که گنگ باشه هنوز کس نفهمه که ده او بعضی موارد دیگه چی است که سر از او پافشاری صورت میگیره. بنان من فکر میکنم مطابق خاص مردم افغانستانی که مردم چی میخواه، مردم میخواه جنگ قطع شوه، مردم میخواه آتش بس به آتش بس شوه و جنگ قطع شوه و مذاکرات شروع شوه، بالاخره اینی دستاوردهایی که از ای انکشاف داده شوه. درست، سپاسگزار. آقای شینواری، شرایط طالبا برای تن دادن به آتش بس چی هستن از دید شما؟ شرایط طالبا در مورد کاهش آتش خشونت در کشور فقط تدویق موافقتنامه ای که بین امریکا و طالبا شده و آغاز مذاکرات بین الافغانی و اتفاق افغان ها در خلال مذاکرات بین الافغانی، وقتی که موضوع بین افغان ها مطرح میشن و هم افغان ها و سیاسیون، البته مشروط به این شرط که هیئت مذاکره بین الافغانی از جانب حکومت همه شمول باشن، در داخل کشور اتفاق بالای از او صورت گرفته باشه، جریان های سیاسی و جهادی و شخصیت های سیاسی و جهادی در او شامل باشه، حداقل نظرشان در آن شامل باشد، در از لحاظ ترکیبی در اعضای هیئت مذاکره کننده و به توافق برسند. یگانه شرط طالبا امیست که بعد از موافقه افغان ها در مذاکرات بین الافغانی نتیجه اولش کاهش خشونت حتی در نهایت آتش بس در کشور خواهد بود. پس از دید شما آقای شینواری تا ای که مذاکرات اصلی آغاز نشود، دو طرف روی میز چانه‌زنی نشینن، طالبا بر همی ادعایشان که میگن بر بنیاد توافقنامه با آمریکا خشونت ها را کاهش دادن بسنده خواهند کرد و جنگ به همی شدت امروزیش ادامه پیدا میکنه، آنچه که طالبا سخنگویشان هم گفته که جنگ ادامه میتن. یقینا از اظهارات نظریاتی که منعکس میشن در رسانه ها و در مطبوعات، موقف طالبا به شکل جدی آن همین است که تا وقتی که مذاکرات بین الافغانی آغاز میشه و افغان ها به یک موافقه میرسن، حسب مفاد موافقنامه امضا شده بین طالبا و امریکا، به همی کاهش خشونت اکتفا میکنن و بقیه مسائل را به شکلی که دوام داره غالبا دوام بده. درست. آقای شینواری، از دوحه خبر دارید شما؟ اخیرا گزارش های پخش شد که ظاهرا اون بنبستی به میان آمده شکسته شده، توافق کرده دو تا هیئت مذاکره کننده ولی هنوز سکوت اختیار کرده هر دو طرف در این باره. یقینا با موافقه رسیدن روی چهار ماده، با موافقه رسیدن و جناب استانکزای و یکی از دوستان دیگه که به کابل از طرف آقای رئیس جمهور تلویسته شدند، کلمه احضار نمیگویم ولیکن او دو نفرم تقریبا
مورد کلمات غیر عادی آقای دکتر صاحب اشرف غنی مخاطب واقع شدند و گفته میشن که ارگ و چند نفر محدودی در داخل ارگ مخالفت جدی خود را با این موافقت نامه نشان میتن، ولیکن ما باید بگویم مثل که دیگه بعضی از اعضای هیئت مذاکره کننده در مطبوعات اظهار کردن که به موافقه رسیدیم و ارگ تاب و توان مقابله با این موافقه را ندارن، تنها از لحاظ پس منظر نوشته های تاریخی ملکی و انسانی خود را غیر بدنام بسازن. این توافق چی است آقای شینواری؟ بله، این توافق چی است میدانین؟ خب کاهش جدی خشونت توافقنامه امریکا و طالبان معیار است، مذاکره بین الافغانی زیر نظر ملل متحد و پروسه ادامه کار حکومت جدید توسط ملل متحد براه انداخته می شود. مذاکرات بین الافغانی است، منحصر به حکومت نیست. عمدترین روی این چهار موضوع تقریبا به توافق رسیدن هیئتین، یعنی هر دو هیئت طالبا و هیئت حکومت افغانستان، که متاسفانه ارگ این موافقت نامه را نمیپذیره. سپاسگزار آقای وسیق. این مسائل یک پیشرفت است از دید شما؟ من فکر میکنم پیشرفت از یک طرف کاهش خشونت، کاهش خشونت عملا دیده نشده و بلکه قسم که شما بیشتر گفتین در 20 ولایت حداقل هر روز جنگ است. ای چگونه کاهش خشونت میتونه باشه؟ و دیگه ای که باز هم من میگم که طرف شما آیا دولت افغانستان طرف طالبا هست نیست؟ گفتن که در این توافق نه خیر، باید یک جهت باشه. ببینین وقتی که یک جهت است پس نظریات از او هم باید شنیده شد. اگر نظریات دولت حکومت افغانستان شنیده نمیشه پس چگونه میتونه مذاکرات قدم به پیش بگذاره؟ اما هیئت توافق کرده در دوحه. خواهی وسیق فکر میکنین این هیئت از چی آدرسی پس توافق کرده با طالب؟ اگر توافق کردن و من فکر میکنم توافق هیئت اینطور هم نیست که فقط هر چی توافق کردن حتما شریک میکنن با حکومت افغانستان، با رئیس حکومت، با رئیس جمهور شریک میکنن و اینطور نیست که خودشان هر تصمیمی که گرفتن او گویا نهایی است. این تصمیمی که اونجا گرفته میشه او شکل شریک میشه با یعنی رهبری حکومت افغانستان که بعد از او باز یعنی قدم به قدم پیش میرن. شاید بسیاری موارد باشه که طرف یا طرف طالبا نپذیره یا حکومت افغانستان طرف طالبا را حرفاش نپذیره. اینی در نتیجه تفاهم بالاخره باز به یک نتیجه میرسن که شاید یک قدم طرف بقیه بره یک قدمی طرف، یعنی از امو خواستها یا از امو طرح ها و نظریاتی که شاید مورد قبول هر دو طرف باز نباشه. اینی تو نمیشه که اونجا هر چی شد امور پذیرفته میشه و این گپایی که امروز در سطح دنیا و افغانستان است اینی را من فکر میکنم نادیده هیچ کس نمیتونه بگیره. درست. و اینجا یک حکومت وجود داره و یک ملتی که حال با گذشت 20 سال تجربه که دارن، آگاهی که حاصل کردن، امکانات، امی ارزش هایی که به وجود آمده، یعنی هر کدام از این مواردی است که من فکر میکنم سر از این با بسیار دقت درست باید حساسه. بله، ولی طالب تا اینجا ای کار هرچی که گفته عملی هم ساخته، مثلا رهایی 5000 زندانیش، بعد آغاز مذاکرات یا مبنا قرار گرفتن توافقنامه طالب با آمریکا که حالا بعد از دو نیم ماه چانه‌زنی و بنبست هیئت جمهوری اسلامی افغانستان توافق کرده با طالب و ای هم پذیرفته شد. طالب آل گفته که تا نرفتن به میز مذاکره اصلی و رسیدن تا ای که به یک نتیجه نرسه با هیئت آتش بسی در کار نخواهد بود و تنم نخواهد داد. درست است؟ خب. رای حل چی است اگر این طرف ارگ به گفته آقای شینواری مخالفت کرده با اون توافق بدست آمده در دوحه؟ یعنی یک رای وسطی پیدا کنیم بالاخره که باید با آتش بس نزدیک شویم؟ من فکر میکنم آتش بس، من قسمی که پیشتر گفتم، مردم افغانستان همه انتظار داره. بله. مردم از جنگ خسته شدن و مردم دیگه تحکم نمیخوان، روی منطق و استدلال همه چیز میپذیرن
و تا یک چیز عملا یعنی صادقانه برش ارائه نکنی باست هر کسی که باشد نمیپذیرش. روی این ملاحظه من فکر میکنم که در قدم نخست از یک طرف به خاطر این اعتماد سازی با این دو طرف که هر طرف باید از خود انعطاف نشان بده و برن به قدم های بعدی، موضوع آتش بس است. هرگاه آتش بس نباشد شما چطور اعتماد سازی کرده میتونید؟ از یک طرف سر صلح صحبت میکنین، میخواین به مصالحه برسین، از طرف دیگه شما جنگ عروض شدت داده میدین. اینی من فکر میکنم این کارهای باید چه قابل جمع نیست، باید دیگه قابل جمع نیست. و من فکر میکنم هرگاه صداقت باید در کار زیاد باشه و صادقانه بر یک هدف مشترک که او آوردن صلح در افغانستان است. فقط مردم افغانستان صلح میخواهد، آرامش میخواهد و یک فضایی را که زندگی راحت داشته باشه و نفس راحت بکشه و احساس مسئولیت بکنه. سپاسگزار. آقای شینواری، خب فکر میکنین آل مسیر به کدام طرف میره اگر آنچه که شما دارین میگین اتفاق افتاده؟ هیئت ها در دوحه توافق کرده، اینجا در ارگ در کابل با مخالفت ارگ روبرو شده. این چیزی است که شورای عالی مصالحه ملی هم تایید کرده که چنین توافقی به میان آمده و اعضای هیئت مذاکره کننده شماری از اعضای هیئت. فکر میکنین چی میشه فعل عالی؟ خب به همه حال خواست و هدف ارگ با خواست ملت افغانستان، مردم افغانستان و با خواست منطقه و جهان در تضاد است. مردم افغانستان صلح می خواهد، منطقه و خطه خواهان صلح هستند، جهانیان خواهان صلح هستند و خصوصا مردم افغانستان چون فرزندان خود را هر روز از دست می دهند، بسیار به شکل سریعش خواهان تأمین صلح در کشور هستند. اما متاسفانه خاص ارگ بقای کسانی هست برای مدت 4 سال در قدرت که این خواستها و اهداف در تضاد هست. و یقینا وقتی که اهداف در تضاد باشه، استدلالات و مواقف و این مسائل هم در تضاد هست. بالاخره خواست جهانیان و خطه و منطقه و مردم غالب خواهد آمد. ولی این روند در حال حاضر آقای شینواری فکر میکنین چی چهره ای را به خودش میگیره؟ یعنی به کدام طرف سوق داده میشه روند دوحه و مذاکرات جاری؟ یعنی ما میخوایم بگویم که آیا به نظر شما یک بنبست چند ماهی دیگه به میان میآید یا نه خیر راه کوتاه‌تر است؟ شما ببینید 4 موضوعی که به تصویب رسیدن و به اتفاق البته نهایی نشدن. ما متاسفانه اکثر صحبت های برادر موسیق صاحب را نشنیدم، اما یک جمله را که گفتن که باید کاهش خشونت ها عملی می شد اما تا بال از طرف جانبین به امضا نرسیدن چون ارگ مخالفت میکنه. اگر به امضا رسید انشاءالله ما در قدم اول شاهد کاهش جدی خشونت در افغانستان خواهیم بود. مسئله در اینجا است که اکثر آنان که در قضیه صلح در افغانستان شریک هستند از جهان گرفته تا خطه و منطقه و مردم افغانستان غالبا و اکثریت به طرف آنها است که صلح را در کشور می خواهند و غالب و موافق و پیروز کسانی خواهد بود که طرفدار تأمین صلح در کشور هستند. آنان که در مقابل تأمین صلح ایستاده می شوند یقینا که محکوم. ممنون از شما آقای شینواری و شما آقای وسیق. وقت بخیر.